عبدالجباد فلاطوری، فیلسوف و پژوهشگر ایرانی، 29 دی ماه سال 1304 در اصفهان به دنیا آمد. بعد از گرفتن دیپلم از دبیرستان آلمانی ایرانی، راهی تهران و مشهد شد تا تحصیلات حوزوی‌اش را کامل کند. او همزمان در دانشگاه تهران فلسفه می‌خواند و رساله المشاعر ملا صدرا را به عنوان پایان نامه ترجمه کرد که به عنوان بهترین اثر علمی سال انتخاب شد. سال 1333 فلاطوری برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه به آلمان رفت. در آنجا به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هامبورگ پرداخت. پروفسور فلاطوری علاوه بر تأسیس کتابخانه شیعی در دانشگاه کلن و آکادمی علوم اسلامی، پروژه اصلاح کتب درسی را طراحی کرد. او می‌خواست برداشت‌ها و اطلاعات غلط از اسلام در کتاب‌های درسی آلمان را اصلاح و تصویر مناسب‌تری از این دین الهی ارائه کند. بعد از مدتی از فلاطوری خواستند تا برای تدریس فلسفه و جامعه شناسی به ایران بیاید. او گفت اگر به ایران بیایم قرآن و نهج البلاغه تدریس می‌کنم. استاد فلاطوری که به گفته علامه طباطبایی از نظر اندیشه عمیق و تفکرات علمی بلند مایه افتخار ایران است، نهم دی ماه سال 1375 از دنیا رفت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.